معجون رو بخورید. ممکنه این معجون به لحاظ ترکیبات شیمیایی هیچی نباشه، ممکنه همین آب باشه، ولی نوع تلقینی که میشه، نوع به اصطلاح تبلیغاتی که رو این شده، میگن شما وارد این شدید، مثلا عضویت رو پذیرفتید. خیلی مواد مصرف می‌کردم، بعضیشون هم مشروب می‌خوردم، بعضیشون هم می‌رفتم توی تاریکی می‌شستم، لازم نیاز می‌کردم با شیطان، شیطان میاد به آدم کمک. مواد مخدر مصرف می‌کنن، سیگاری، کرک، شیشه، فاز بگیرم، برم بالا، از خود بی خود شم. به تدریج دنبال این هستن که موانعی که یک فرد به لحاظ ذهنی میتواند داشته باشد، ممکنه ناشی از تربیت خانوادگیش باشد، ممکنه ناشی از نوع تحصیلاتش باشد، ممکنه ناشی از نوع به اصطلاح روابط اجتماعی که داره، باید این رو زیرا بشه بزنه، باید این رو آلوده مسائل جنسی بکنن، باید این رو وارد به اصطلاح بحث مشروبات بکنن. تمایلات جنسی و جسمانی یکی از مبنایی ترین روش‌های شیطان پرستان است. انرژیم خالی میشه با هد زدن، کارهایی که انجام میدن، روابط جنسی هم هست. اون پسر نمیتونه بگه فقط به خودم مربوطه، چون باز به خانوادهش برمیگرده، به همسر آیندهش برمیگرده. دارم راجع به موضوعات خطرناکی حرف میزنم. نمیتونه بگه من روابط جنسی آزاد میخوام انجام بدم، فقطم به خودم مربوطه. نمیتونی اینو بگی. اولای دوستیمون به من گفتن که باید بیای وارد یه اکیپی بشین که متفاوتن، یعنی متفاوت از دیگران، یه جور خاصی هم میخواست. وسوسه شدم که برم ببینم چه جور آدم هایی هم. افرادی که عمدتاً در این گروه ها قرار میگیرن و فشار میارن بر روی هم نوعانشون و هم سن و سالهاشون و خیلی متعصب هم هستن روی اعتقاداتشون که متفاوت باشن، اینا افرادی هستن که از خانواده دور شدن، فاصله گرفتن، از اعتقادات و رسوم جامعه فاصله گرفتن و یک هویت خاصی رو ایجاد کردن. هویت اینا هویت موفق نیست، بلکه اینا هویت بسته یا ضعیف است. بخش از کارکرد موسیقی اینه که تو متعادل تر زندگی کنی. تو اگر اندورفین تو خونت بخواد ترشح بشه، چون اندورفین مادیه که فرح بخش، حال ما رو یکم بهتر میکنه، این اندورفین اگر از حدی بگذره تو دچار اون شیدایی میشه که با زندگی نرمال سازگاری نداره. آخر تمام این هیجانا باید این باشه که تو برگردی تو زندگی نرمال و قشنگ زندگی کنی. مثل که ما میریم تمرین تنیس میکنیم، تمرین فوتبال گل کوچیک بازی میکنیم، برمیگردی حالمون خوب باشه دیگه، ولی تو برمیگردی دیگه حالت خوب نیست، برای اینکه رو مغز راست کدگذاری میشه. یعنی که انقدر اون ضرب آهنگ سنگینه که بخشی از سیستم هیجانی تو ممکنه تحت تاثیرای قرار بگیره که برای اون سازنده خیلی مهم نیست، برای آن یوزر و مصرف کننده میتونه خطرناک باشه. اصولا کسانی که به این فرقه ها روی میارن خیلی افراد شاید بلاز روحی روانی شخصیتی سالمی نباشه. خیلی از این خواننده رپر هستن نشه بازی میکنن، مثلا او فلانی دعوتش کنه مهمونی یه خط پشت بکشه، ببین چقدر باحاله. مثلا اینطوری معروف میشن، نشه بازی میکنن، تکست بنویسن، مغزشون حمایت نمیکنه، نمیتونه نمیکشه که بتونن یه شعر بنویسن، میزنن شعر مینویسن همینطوری. یا با این افراد وقتی روبرو میشم متاسفانه اینا رو خالی از علم موسیقی میبینم. حتی چه بسا افرادی اومدن اینجا، من سوالاتی خیلی مبتدی ازشون در مورد موسیقی پرسیدم و متاسفانه جوابی نشنیدم، یا سر تکون دادن یا اظهار بی اطلاعی کردن. شعری که از نفرین و لعنت میاد به خاطر نبودن یه سری شاخصهای شخصیتیه که در فرهنگ اون جوون رشد پیدا کرده. خدا رو قبول ندارن یه حالت شیطان پرستی، مهمونای خاصی میگیرن، آهنگای ملو میذارن، فازای خاصی میگیرن با آهنگاشون. خیلی هاشون رو دراگ، مواد مخدر مصرف میکنن، بیشتر
اعتیاد و اینا فازای طبیعی ندارن. نوع مواد مخدرشون و نوع موسیقیشون با هم دیگه فرق میکنه، یکی خیلی به اصطلاح تندتر و خیلی چیزتر، بنا به ملاحظاتی که پشت بند این مانیفست فلسفی این گروه ها به اصطلاح وجود داره. من اول با سیگار شروع کردم که بعد دیدم نمیتونه ارضام کنه، رفتم سراغ حشیش، گرس، ماریجوانا و بعدش هم قرص. حتی به اشتباه برخی فکر میکنن که گروه ها گروه های موسیقی، نه، موسیقی ابزار توسعه یکی از این گروه هاست. حرفای بسیار زشت و بسیار رکیکی میخونن و واقعیتش اولین بار من اینا رو شنیدم یه جورایی بهم برخورد. آهنگسازی در موسیقی رپ واقعا به این حجویه؟ 90% همین جوریه. آها، غیر از این نمیتونه باشه. شاید هم کسی هنوز اون ایده و چیزشو نداشت. شعراشو همش از ناامیدی و دیگه مرگ و اینکه بعد مرگ همش یه فریبه، بعد مرگ هیچی نی. شما پدر مادرت میشینی میخوای یه آهنگو گوش کنی، میگی رپ، میگی بزن بعدی بزن بعدی. وقتی که رپ وارد ایران شد، جوانه ایرانی مجبور شدن از اون شکل و ظاهر و قیافه که اونها برخوش درست میکنن به خاطر اینکه نشون بدن ما رپ کنیم از اینا استفاده کنن. خب این همون بی اصالت بودن رپ تو ایران رو نشون میده و این یک الگو برداری غلطیه که جوانهای ما از موسیقی رپ کردن و این رو به صورت یک المان برای خودشون در آوردن و دارن اجرا میکنن. پارتی با پارتیر یه فرق داره، فقط دختر پسر نیستن اینا، خون میخورن تو مراسم، اگه زیاد پیش برن مطبوع خودشون هم میخورن، خیلی نشه میشن، یعنی مخش مختل میشه، هویت گرفته داره دیده میشه و براش هم مهمه. چون اینو اگه بخوای ازش بگیری چه چیز داری بهش بگی؟ بعد این شد که ما رو یه روز دعوت کردن به پارتی مهمونی که من اصلا تا حالا نرفته بودم به مهمونی که اصلا مختلط باشه، بدون اینکه خانواده‌ام بفهمن رفتم. پارتی هم خب برای عام به گوششون تا آشناست که میری دختر پسر قاطی هم. خیلی چیزا سرو میشه خیلی راحت. هرکی من خودم به شخص مواد مخدر. این مجالس مجالس آلوده‌ای میتونه باشه، چون در این مجالس یکی از شرط ورودی، شرط‌های ورودی این مجالس شرط مهمی هم هست، بالاخره استفاده از اون موارد ممنوعه ای که اون تو هست، مواد مخدر هست، از هر نوعش، مشروب هست از هر نوعش، و ایجاد رابطه هست از نوع بعدش. بعد به هم سیگار تعارف کردن و مشروب و اینا، منم خوردم، به هم یه قرص دادن انداختم، دیگه نفهمیدم کجا هم، اصلا حالم تو خودم نبود. تو پارتی ها زیاد شرکت میکردم، بعد اونجا با قرص و سرنگ و این چیزا آشنا شدم، اون وقت افتادم به اعتیاد و زندگی مبارد. به راحتی آدم هاشون رو از همینجا جذب کنن، همچنان که مثلا دختران فراری رو از این فضاها به راحتی افرادی که دنبال رو جذب کنن. نمونه کارت دعوتاییست که حالا توسط فرد خاصی احتمالاً، حالا یا سابق یا کسی که متولی مراسم بوده، بله کارت دعوت طراحی شده و با یه آدرسی که دقیقاً فروشی رو فروشی همون محل محله طراحی از اتوبان دقیقاً می‌بینید فروشی رو کشیده به سمت باغ مورد نظر و اغلب افرادی که به هر حال تو از دختر و پسر که تو مکان بودن با این کارت دعوت به مراسم هدایت شده.